سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، من باران هستم و این یکی دیگه از ویدیوهای مجموعه آموزشی زبان ترکی در کانال Learn with باران هست. خیلی خوشحالم که این کانال رو برای آموزش زبان ترکی خودتون انتخاب کردید. از طریق پلیلیست این کانال میتونید به مجموعه کامل آموزش های من دسترسی داشته باشید. کانال رو سابسکرایب شید و ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک کنید. بریم و درسمون رو شروع کنیم. بریم و دورت ایشلم رو به ترکی یاد بگیریم. دورت به معنی چهار، دورت ایشلم. دورت ایشلم شامل چی هست؟ همون جمع، منها، ضرب و تقسیم. ببینیم در زبان ترکی به چه صورت اینها رو بیان میکنیم. مثلا ایکی، آرته ایکی، ایشیتیر، دورت. به این ایشلم چی میگن؟ به این میگن توپلاما. توپلاما ایشلم. توپلاما جم، ایکی آرته ایکی اشیتیر دورت، به این میگن توپلاما ایشلم. همینطور برای منها چی میگیم؟ دورت اکسی ایکی اشیتیر، همینجور که متوجه شدید به مساوی میگن اشیتیر ایکی. پس دورت اکسی ایکی اشیتیر ایکی، به این چی میگن؟ بهش میگن چی کار ما ایشلمی، یعنی منها کردن. چی کار ما ایشلمی، منها کردن. بریم چی داریم بعدی؟ دورت بلو اکی اشیتیر اکی. پس دورت بلو به تقسیم میگن بلو، اکی اشیتیر اکی، بهش چی میگن؟ بلمه، تقسیم کردن. بلمه ایشلمی، تقسیم کردن. و همینطور ضرب کردن رو داریم، ایکی چارپه ایکی اشیتیر دورت، ایکی چارپه ایکی اشیتیر دورت، بهش میگن چارپ ما. چارپ ما ایشلمی. پس ضرب کردن، ببینید جمع کردن، منها کردن، تقسیم کردن، ضرب کردن. توپلاما ایشلم، چی کار ما توپلاما ایشلمی، چی کار ما ایشلمی، بلمه ایشلمی، چارپ ما ایشلمی. به اضافه میگن چی؟ میگن به اضافه میگن آرت، به مساوی میگن اشیت تیر، اشیتیر به مساوی میگن اشیتیر، به منها میگن اکسی اکسی، به تقسیم میگن بلو، به ضرب میگن چارپه.
پس یک بار دیگه اینها رو با هم مرور کنیم. ایکی آرت، ایکی اشیتیر دورت توپلاما اشلمی، دورت اکسی ایکی اشیتیر ایکی چیکار ما چیکار ما اشلمی، دورت بلو ایکی اشیتیر ایکی بلمه اشلمی، تقسیم کردن و ایکی چارپه، چارپه ایکی اشیتیر دورت. خب مطلب دیگه ای که میخوام بهش بپردازم راجع به درصدها هست. اینها مطالبی هست که خیلی معمول میشنوید و خیلیاتون راجع بهش سوال داشتید. مثلا وقتی میخوایم بگیم 70% چی میگیم؟ 70% رو به این صورت مینویسیم، میگیم چی؟ یوزده، یوز یاد گرفته بودیم به معنی صد هست، یوزده یتمیش، بله یوزده یتمیش، یوزده یتمیش. حالا بخوایم 15% رو بنویسیم چی می نویسیم؟ کاملا درسته، یوزده اون بش، 15 یوزده اون بش، 15% قبلش میگن درصد، ده رو یاد گرفتیم به معنی در هست، یوزده درصد اون بش. خب وقتی بخوای درجه رو بگیم، مثلا بگیم 18 درجه، چی میگیم؟ میگیم 18 چی بود؟ اون سکیز، اون سکیز درجه، درجه، اون سکیز درجه. بخوایم بگیم 21 درجه، 21 یرمی بیر درجه، یرمی بیر درجه. اگه بخوایم بگیم متر مربع، متر مربع ام تو، تو انگلیسی گفتم ایکی، متر کاره به معنی مربع، همینطور ام اوچ متر مکعب رو متر، متر کوب، کوب مکعب کاره مربع. پس یک بار دیگه تکرار میکنم، یوزده یتمیش، یوزده اون بش، اون سکیز درجه، یرمی بیر درجه، متر کاره متر کوب.
به این صورت اینها رو می نویسیم. خیلی کاربردی هستند در زبان ترکی. میخوام بپردازم به سرا سایلاره. سرا سایلاره. سرا سایلاره ببینید، فرض کنیم که اینجا یک خونه است، حالا 6 طبقه شد و یک نفر رو توی طبقه پنجم داره. حالا که به این صورته، بیایم راجع بهش صحبت کنیم. اِو همین خونه، کچ به معنای چند، کچ کاتله، کات به معنی طبقه، کاتله. اِو کاچ کاتله، خونه چند طبقه است؟ این خونه رو میپرسه که چند طبقه است. جواب میدم آلته کاتله. ببینید 6 طبقه است. حالا این بچه‌ای که اینجا داریم، ببینیم طبقه چندومه، به چه صورت میپرسیم؟ چوجوک کاچین جی. ببینید دیگه نگفتیم کاچ، کاچین جی کات تا، در طبقه چندومه. کات تا در طبقه، کاچین جی چندم، کچینجی. این رو به چه صورت جواب باید بدیم؟ باید بگیم که بهش نقطه بذاریم یا بگیم بشینجی، بشینجی کاتا. بشینجی کاتا، در طبقه پنج یا پنج رو می نویسیم، نقطه بعدش می زاریم که این نشون دهنده بشینجی هست، و یا می نویسیم بشینجی. اینجا اگه دقت کنید، برای 6 کاتله نقطه نذاشتیم، چون فقط می خواستیم بگیم آلته. اینجا می خواهیم بگیم پنجمین طبقه. خب پس این 6 هست که میگیم آلته، این پنجمین، همون پسوند مین در زبان فارسی هست، بش اینجی. چجوری ساخته میشه؟ بله قطعا قانون داره. قانونش چی هست؟ قانون این هست که اسم سایه به اضافه این جی. ببینید به چه صورت هست؟ بیر یک بود، بیر یک بود. حالا میخوایم بگیم اولین بیرینجی. به چه صورت این کار رو انجام میدیم؟ دقت میکنیم به
به این که آخرین حرفی که درش وجود داره آیا ای هست که اینجا نیست. بیر وقتی که ای نیست آخرش و ر هست، اینجا این ای رو هم اضافه میکنیم، بیرین جی. همونطور که قبلا هم گفتم، وقتی که در یک فرمول حرف بزرگ به ما داده میشه، یعنی این حرف بزرگ قابل تغییر هست. قبلا با آ یاد گرفتید، الان دارید با این ای بزرگ یاد میگیرید. این به چه معنا هست؟ این به این معنا هست که وقتی که اینجا ما حرف ای رو داریم، بیرینجی، و انتهای اون چی نداشتیم؟ ای رو نداشتیم، چون اگه داشته باشیم دوبار نمی نویسیم. مثل چی؟ مثل اینجا ایکی، ایکی دو. ایکی حرف آخرش خودش ای هست، وقتی ای هست دیگه این ای رو نمی نویسیم. ایکین جی. چرا جی؟ چون ای داره. ایکین جی. ادامه بدیم. دومین. سومین چی میشه؟ سوم اوچ بود، درسته؟ اوچ بود. حالا برای اینکه اوچ رو بنویسیم سومین، چون او هست، اوچون. ببینید این ای بزرگی که نوشته شده بود، به این دلیله که میتونیم با توجه به حرف صدا داره اون کلمه اون رو عوض کنیم. اوچون جو، اوچون جو، اوچون جو. چهار، چهار دورت، دورت، دورت. اینجا فعلا بهتون میگم که این ت تبدیل به د میشه، میشه دور دون، او داره دور دون جو، او 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 می نویسیم دردونجو. بعدن راجع به این تبدیل به شما توضیح خواهم داد. بریم و با بش، بش، بشین، اداره بشین جی. پنجمین. بعد از اون آلته میتونیم بگیم آلته، اداره پس آلتن ج، آلتن ج. یدی، ششمین. حالا میخوایم بگیم هفتمین. یدی، یدین جی. هشت، سکیز. اینجا هم ای داره، سکیزین جی. هشتمین، دوکوز. او داره، دوکوزون جو. و اون، اون.
کنون جو و همینطور یوز. یوز صد بهش میگیم یوزون. یوزون جو صدومین. صدومین خب برای اینکه بهتر مطلب رو بگیرید من اینجا براتون یکم نقاشی میکشم. تا این مطلب رو بیشتر براتون مثال بزنم. مثلا این آیشه هست، این فیلیس هست، این الیف هست، اینم سونا. اول از همه یاد بگیرید که این اولین نفره، این آخرین نفره. به اول میگن ایلک. ایلک اول. اول کیه؟ آیشه. آخر کیه؟ آخر سون. پس ایلک سون، اول آخر، اول آخر. خب کچینجی. کچینجی یعنی چندومین. بیرینجی سرادا کیم وار. بیرینجی در ردیف اول. بیرینجی سرادا کیم وار. بیرینجی سرادا میبینیم توی تصویر کیو داریم؟ بیرینجی. بیرینجی سرادا آیشه وار. پس نفر اول آیشه هست. حالا ایلک سرادا کیم وار. بله ایلک گفتیم میشه اول. حالا میگه اولین نفر کی هست؟ اولین نفر بله ایلک سرادا آیشه وار. همینطور میتونیم بپرسیم سون آخر. سون سرادا سونا وار یا سونا سونونجو آخرین. سونا سونونجو. من اینا رو می نویسم، شما جلوشون به حروف بنویسید. ببینید من 22 رو که نوشتم کنارش نقطه هست. این نقطه نشون دهنده پسوند اینجی هست. بهش دقت کنید و بنویسید. نوت
34 46 55 چیزی که ازتون میخوام این هست که اینها رو به حروف بنویسید طبق این فرمولی که یاد گرفتید با اضافه کردن این جی به انتهای اونها. ویدیو رو استاپ کنید، بنویسید، بعد برگردید جوابها رو با من چک کنید. کارهایی رو که میگم حتما لطفاً جدی بگیرید. اینها تمریناتی هست که شما رو مرحله به مرحله کمک میکنه سریع‌تر پیشرفت کنید. پس ویدیو رو استاپ کنید، بنویسید به حروف، برگردید با من چک کنید. خب حالا که نوشتید و من مطمئنم همتون درست جواب دادید، با هم اینها رو جواب میدیم. یرمی ایکی بود، درسته؟ یرمی ایکی. یرمی ایکی، حالا که نقطه داره، یرمی ایکینجی. بیستو دومین، بیستو دومین. بعدی آلتمیش، شست. آلتمیش، حالا میخواییم بگیم شستومین. اداره آلتمیشن ج، آلتمیشن ج. بعدی دوکسان، دوکسان. دوکسان داریم، حرف صدا دارش آ هست، دوکسانن ج، دوکسانن ج. بعدی اتوز، دورت. گفتم که ت تبدیل به د میشه. دور دون جو، دور دون جو. اتوز دور دون جو. بعدی کرک، آلته. کرک آلته یعنی 46. حالا میخواییم بگیم 46مین، آلتن ج. 55 الی بش، حالا میخواییم بگیم با این نقطه میخواییم بگیم بشین جی. 55مین. اینجا الی یدینجی، الی یدینجی. به این صورت میتونیم پسوند مین رو به عددها اضافه کنیم. دوم دومین، پنجم پنجمین. در زبان فارسی ایکی ایکینجی، بش بشینجی در زبان ترکی. حالا که دورتیشلم رو یاد گرفتیم، با هم بریم و صفحه 28 کتابمون رو، تمرین‌هاش رو پاسخ بدیم. جواب لاره یا زالیم، جوابا رو بنویسیم. اولین بیر آرته بش، بیر یک، بش پنج. بیر آرته یعنی یک به اضافه پنج. اشیتیر، اشیتیر به معنی مساوی هست با آلته، بله مساوی با شش هست. بیر آرتی بش آلته، اشیتیر آلته. سکیز اکسی آلته، سکیز هشت هست، اکسی منهای آلته شش. اشیتیر چقدر میشه؟ ایکی، بله دو خواهد شد، ایکی. سومین اون آلته
بلو ایکی اون آلت 16 تقسیم بر 2 16 تقسیم بر 2 ایشی تیر مساویه با کاملا درسته سکیز سکیز 8 اینها رو قبل از اینکه با من جواب بدید خودتون حتما جواب‌ها رو بنویسید. یرمی اوچ آرته اون بیر یرمی اوچ 23 به اضافه 11 جواب چه خواهد شد؟ اتوز دورت اتوز دورت 34 34 جواب این سوالمون هست. دورت چارپ سکیز دورت 4 ضرب در 8 4 8 اتوز 2 بله 32 تا اتوز 2 جواب این سوالمون هست. الی 50 بلو بش 50 تقسیم بر 5 اشی تیر چقدر میشه؟ بله اشی تیر اون 10 میشه. یوز آرت سکسن سکسن 80 یوز آرت سکسن میشه 180. خب من موقعی که این رو انجام میدادم احتمالاً حواسم نبوده و 70 نوشتم، شما اصلاحش کنید. یوز اکسی کرک 100 منهای 40 جواب آلتمیش 60 خواهد بود. جواب 60. بریم با هم مثال ها رو ببینیم. اورنک مثال ساعت کچ ساعت چنده؟ ساعت دورت ساعت دورت. درس ساعت کچ تا درس در چه ساعتیه؟ درس ساعت دوکوز دا در ساعت نوه در ساعت نوه هست. بیر آیدا کچ گونوار در یک ماه آی به معنی ماه هست. در یک ماه چند روز داریم؟ بیر آیدا اتوز گونوار 30 روز داریم در یک ماه. بیر یلدا کچ آی وار آی ماه یل سال در یک سال چند تا ماه داریم؟ بیر یلدا اون ایکی آی وار بله اون ایکی 12 تا ماه داریم. سنفتا کچ اورنجی وار در کلاس چند تا دانش آموز داریم؟ سنفتا اون بش اورنجی وار در کلاس 15 تا دانش آموز داریم. چای کچ لیرا چای بیر لیرا داره حتما از یک دوره خیلی قدیم صحبت میکنه. چای کچ لیرا لیرا واحد پول ترکیه هست. چای بیر لیرا. خب تلفن نمرانیز کچ تلفن
نمرام سفر ایکی یوز اون ایکی ایکی یوز کرک اوچ اون ایکی الی. به این صورت تلفن رو هم بیان می کنیم. و اما کچینجی چندومین فرمولش رو اینجا داده و من به صورت کامل براتون توضیح دادم. بریم و با هم مثالهای این رو هم ببینیم که به چه صورت مثال زده. اورنک بنیم اویم بنیم اویم بیرینجی کاتا. خب اول من اینا رو بپوشونم، یکم خط خطی شده و تصویر قشنگی رو نمیده. خب بنیم اویم بیرینجی کاتا، خونه من طبقه اول کات طبقه کاتا در طبقه. سنف کچینجی کاتا، کلاس طبقه چندومه. اکول سکیزینجی سوکاکتا، مدرسه کوچه هشتومه، هشتمین کوچه است. سکیزینجی سوکاک کوچه. خب سونونجو سرادا کیم وار، نفر آخر توی صف کیه؟ تو ردیف سونونجو سرادا کیم وار. و اون بیرینجی سایفادا رسیم لر وار. اون بیرینجی صفحه 11 چی داریم؟ رسیم شکل ها رو داریم. بریم و سوال پنجم آشادکی سرولره جواب لایالیم. سنفتا کچ کیشی وار، در کلاس چند نفر داریم؟ سنف کلاس سنفتا کچ کیشی وار. حتما جواب ها رو بنویسید. سنفتا مثلا یرمی کیشی 20 نفر وار، کیشی نفر وار. سوال دوم بیر هفتادا کچ گون وار، در یک هفته چند روز داریم؟ بیر هفتادا یدی گون وار، در یک هفته یدی هفت گون روز وار داریم. سوال سه اوچونجو سرو سیز کچ کیلو سنوز، سیز شما کچ کیلو سنوز، سیز بن چند کیلو هم؟ یتمیش کیلویوم، بن یتمیش کیلویوم، 70 کیلو هم. ادامه بدیم. بیر شیشه سو کچ لیرا، بیر شیشه سو یدی لیرا، یدی لیرا. سوال بعد ماسادا کچ کتاب وار، ماسادا بش کتاب وار، ماسادا بش کتاب وار. و آلتنجی سرو سنین اوین کچینجی کاتا، خونتون طبقه چندومه؟ بنیم اویم اونونجو دهمین اونونجو کاتا در طبقه دهم.
اونونجو کاتا بنیم اویم. سوال هفت، استانبول دا کچ میلیون انسان وار؟ استانبول دا، در استانبول اون بش میلیون انسان وار. اوت چوک کالبالیک 15 میلیون جمعیت داره. دوم، تاریخ نیز نه، تاریخ تولدتون کی هست؟ خب من می نویسم 1/5/1990. شما تاریخ تولد خودتون رو بنویسید به همین صورت. سنفتا بیرینجی سرادا کیم وار؟ سنفتا، ردیف اول رو کی داریم؟ کی هست تو ردیف اول در کلاس؟ سنفتا بیرینجی سرادا، ردیف اول، سرا ردیف، سرادا دریا وار، دریا دریا رو داریم. و سوکاکتا کچ عربا وار؟ سوکاکتا چند تا ماشین داریم؟ سوکاکتا یدی عربا وار، یدی عربا وار. خب درس امروزمون رو همینجا به پایان میرسونیم. خوشحالم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. برای اینکه این مجموعه آموزشی ادامه دار باشه، تنها کاری که باید بکنید این هست که این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و اجازه بدید بقیه دوستان هم به جمع ما بپیوندن. کانال رو سابسکرایب و مشترک شید. زنگوله کنار کانال رو روشن کنید. هر شنبه منتظر یک ویدیو جدید از مجموعه کتاب استانبول A1 باشید. هر پنجشنبه کتاب A2 یک ویدئوی جدید آپلود میشه و آموزش‌های دیگه‌ای که از طریق پلی‌لیست این کانال میتونید بهش دسترسی داشته باشید. اگه ویدئو رو دوست داشتید لایک کردن رو فراموش نکنید و به من با لایک‌ها و نظراتون دلگرمی بدید. تا جلسه آینده، روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. گروش مکوزره، میبینمتون.